هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين با عرض سلام و شب خیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در شبکه های توحیدی وصال و شبکه جهانی نور امیدوارم که همیشه در لطف و کرم پروردگار متعال باشیم و سایه لطف او همیشه بر سر همه ما مستمر و دائم باشه و بتونیم در سایه لطف و کرم پروردگار متعال زندگی خودمون رو به سمت و سوی سعادت و خوشبختی به سرانجام برسونیم خاتمه نیکی رو داشته باشیم و از اعمال و رفتار و کردار پاک و سالمی برخوردار بشیم نامی که از نام‌های مبارک پروردگار متعال در این برنامه مد نظرمون هست یکی دیگر از نام‌هایی هست که در آیه 23 سوره حشر ضمن هشت نامی که برای بیان توحید و یکتایی الله متعال اومده هست این نام با عنوان المؤمن یاد میشه واجه المؤمن یا نام المؤمن یا صفت المؤمن برای همه ما معروف و شناخته شده هست. صفتی هست که تمام پیروان راه سعادت و خوشبختی با این صفت یاد میشن و همه ما در پی این هستیم که این صفت رو به درستی و با صداقت به دست بیاریم الله متعال صفاتی که و اسمایی که نیک و شایسته است رو مصادیقش رو برای خلائق خودش برای انسانها هم پسندیده و برگزیده تا اینکه به سمت خوبی و تعالی راه رشد رو بتونن پیش بگیرند اگرچه وقتی که ما صفات رو به الله متعال میدیم از سه ویژگی خاص برخوردار هست و همون صفات وقتی که به مخلوق نسبت داده میشه این سه ویژگی رو به طور طبیعی نخواهد داشت یعنی صفات به تناسب موصوف کیفیت و حقیقت رو به خودش میگیره و برای الله اونطوری که شایسته هست رو ما در نظر میگیریم ولی در کل وجوه مشترکی در مفهوم محوری صفاتی که الله متعال برای خودش برگزیده یا خودش در کمال این صفات اونها رو دارا هست و برای مخلوقات پسندیده رو وجه مشترکی در معنای محوری وجود داره ما به طور مکرر بحث مجزا بودن یا مستقل بودن یا اختصاص صفات به الله متعال رو مکرر گفتیم که اون صفتی که مشترک بین خالق و مخلوق هست از سه ویژگی خاص برخوردار هست در ارتباط با خالق و به همین صورت در ارتباط با مخلوق این سه ویژگی رو دست میده یعنی در ارتباط با خالق این صفات ذاتی هست ولی در ارتباط با مخلوق همه صفات اکتسابی هست صفات اخلاقی همه چون اکتسابی هست ما به دست میاریم اما الله متعال در ذات خودش به این صفات دارای این صفات هست نکته دوم این هست که صفاتی که ما به الله متعال نسبت میدیم صفات در کمال مطلق هست ولی در ارتباط با مخلوق نسبی هست وقتی که ما بینایی رو به بشر یا به مخلوق نسبت بدیم به طور طبیعی محدودیت داره و نسبت تناسب خلائق مختلف هست دید و
توان دیدن در همه انسان ها برابر نیست و در کل انسان ها هم در یک محدودیتی قرار دارن که میتونن ببینن، بشنون و به صورت صفات مختلف دیگری که در خلائق یا در انسان وجود داره. اما در ارتباط با پروردگار متعال وقتی که این صفات رو به الله متعال نسبت میدیم، میگیم بصیر هست، سمیع هست، علیم هست، مطلق هست و هیچ گونه محدودیتی برای الله متعال نمیتونیم در ذهن تصور کنیم. اما نکته سومی که در ارتباط با ویژگی های صفات الله متعال ما باید مد نظر قرار بدیم این است که صفات الله متعال پایدار هست ولی صفات مخلوق ناپایدار هست. شرایط موقعیت های فردی و اجتماعی برای مخلوق باعث زوال صفت یا ضعف صفت میشه. الله متعال در هر حال ارحم الراحمین است، اما انسان در مواردی رحمتش یا شفقتش یا میل به میل عاطفیش به دیگران در اوج هست که در مواردی هم کلن ناپدید میشه. انسان ها توانمند هستند، هر انسانی توان خاصی رو داره ولی این توان و قدرتی که انسان داره زوال پذیر هست. روزی هست که انسان قدرت بیناییش هم از دست میده، قدرت شنواییش هم از دست میده و یا ضعیفتر میشه، به همین صورت از بین میره کلن. همه اون چه که انسان از صفات داره زوال شامل حالش میشه، اما الله متعال هر صفتی داره دائم و پایدار هست. حی از لایموت هست، زنده پایدار هست. بعد از این نکته سگانه که قبلا هم بهش اشاره کردیم و باز هم گفتیم به خاطر اینکه حائز اهمیت هست تا اینکه فکر خیلی ها اون کسانی که الله رو در صفاتی با مخلوق تشبیه میکنن یا برعکس مخلوق رو در صفاتی با الله شریک میکنند و استدلال هم به طور شبه انگیز از صفات مشترک بین مخلوق و خالق میکنند، این شبه برطرف بشه و فکر نکنن که وقتی که ما به مخلوق چیزی رو نسبت میدیم و در این حال به خالق نسبت بدیم این معنای برابر و هم سطحی هم گونی موصوف رو میرسونه. و اونا در جای دیگه هم صفاتی هست که اصلا شایسته خالق نیست و صفاتی هست که شایسته مخلوق نیست بلکه شایسته فقط خالق هست. هو الله لا اله الا هو، این صفت الوهیت فقط خاص به خالق هست، هیچ مخلوقی این شایستگی رو نداره. به همین صورت فرزند داشتن شایسته مخلوق هست و شایسته خالق نیست. خلیفه و نماینده داشتن شایسته مخلوق است و شایسته خالق نیست. و صفات دیگری که انشاءالله در طول برنامه ها به طور مفصل به گناه های مختلف این گونه صفات خواهیم پرداخت. برمیگردیم به صفت المؤمن. گفتیم این صفت جزو صفاتی هست که انسان های وارسته و شایسته و انسان های سعادتمند با این صفت وصف میشن. بخواییم ببینیم که ریشه این صفت چی هست و این واژه چه معانی رو در بر داره و وقتی که ما به الله متعال این صفت رو نسبت میدیم چه مفهوم و معنای یا پیامی رو برای ما میتونه داشته باشه. واژه آمنه و از اصل امن اخذ شده هست و مؤمن هم اسم فاعل آمنه هست، اسم فاعل فعل آمنه هست که آمنه در واقع اعمنه بوده که همزه اول با همزه دوم با هم ترکیب شده و الف رو ساختند و اسم فاعل شده مؤمن. آمنه به سه صورت این فعل استفاده میشه: آمنه، آمنه بهی، آمنه له، و هر سه مورد در قرآن کریم دیده میشه. فعل آمنه بهی با کسرت هست، ایمان به الله، ایمان به یوم الاخر با کسرت با این فعل میاد و معناش پذیرفتن، تصدیق کردن و تأیید کردن یک حقیقت هست. آمنه بالله یعنی پذیرفتن
الوهیت الله متعال، مقام الوهیت، یکتایی او و تمام صفاتی که قرآن کریم برای الله متعال برامون یاد آور میشه. آمن بالملائکه یعنی پذیرفتن وجود ملائکه با صفات و با حقیقتی که هست، نه با اینکه فرزند الله هستن نعوذ بالله، بلکه با اینکه به این عنوان که عباد مکرمون، بنده های مکرم الله متعال هستن. لا یسبقونه بالقول، هیچ گونه عمل کرد حتی کلمه ای رو بدون امر الهی به زبون نمیارن. یفعلون ما یؤمرون، اون چه که الله متعال امر کرده اونها رو عمل میکنن، به عنوان سربازان و به عنوان خدمتگزاران یا بندگان یا عبادتگران مطلق رب ذوالجلال به شمار میان. به همین صورت رسول، آمنتو به رسول، رساله، ایمان آوردن یا پذیرفتن یا تایید کردن رسالت، مقام رسالت رو پذیرفتن که رسول شخصیتی هست، چه مقامی داره و به همین صورت چه شایستگی داره و ما چه وظایفی در قبالش داریم، و اینم مفصل قرآن کریم برامون میاره. و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، هیچ رسول نفرستادیم مگر با توحید، یعنی توحید اساس رسالت همه انبیا هست و رسالت آخرین نبی مکرم الهی هم اساسش بر توحید بود. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسول نفرستادیم مگر اینکه پیروی بشه با اذن الهی، یعنی اینکه باید اطاعت رسول رو انجام بدیم. پذیرفتن مقام رسالت و به همین صورت وظایفی که در قبال این مقام باید انجام بشه، همه اینا ضمن ایمان به رسول وارد میاد. و موارد مقابل این موضوع هم وجود داره که هیچ رسولی ما نفرستادیم که ادعای این بکنه که من فرزند خدا یا جای خدا یا مقام الهی رو دارم، و این هم منتفی بودن مقام رسالت از مقام الوهیت الله متعال است. به همین صورت بقیه اموری که مرتبط با ایمانیات هست که تأیید رو میرسونه، تصدیق رو میرسونه و پذیرفتن و تسلیم شدن در مقابل اون حقیقت رو میرسونه، این میشه آمن به. اما آمن لهو به معنای تأیید کردن سخن میاد، نه تأیید کردن پذیرفتن ذات چیزی پدیدهی حقیقتی. وقتی که آمن بهی باشه یعنی خود پدیده رو، خود موجود رو، خود حقیقت رو انسان بپذیره، ذاتش رو. اما آمن لهو گفتشو یا ادعایشو رو پذیرفته بپذیره، که در این باب شاهدی که ما داریم یا دلیلی که یا آیه‌ای که وجود داره در قرآن کریم، قول برادران یوسف هست که به پدرشون میگن ما انت بمؤمنین لنا ولو کننا صادقین، آیه 17 سوره یوسف هست که پدرشون وقتی که گزارش میدن که ما به این صورت اتفاق افتاد و برادرمون رو گرو گرفتن به خاطر اینکه از داخل وسایلمون ظرف پادشاه اومد بیرون، به پدرشون میگن تو در واقع اون چی که ما میگیم رو، گفته ما رو تصدیق نمی کنی یا ما اعتماد نمی کنی اگرچه ما صادق هم باشیم. یا مؤمن لنا یعنی تصدیق کننده یا پذیرفتن قول یا سخن یا ادعا هست. اما مورد سومی که وجود داره آمنه هست، بدون با و بدون لام هست، به معنای در امنیت وارد کردن یا امنیت رو برای فردی یا برای موجودی ایجاد کردن هست. باب افعال به معنای ادخال هم میاد، داخل کردن در یک حقیقت یا در یک واقعیت یا در یک موقعیت. در سوره مسد فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اینجا آمنهم اومده، آمنه نه اومده آمنه بهم ولا آمنه لهم، بلکه اومده آمنهم یعنی اونها رو در امنیت قرار داد، برشون ایجاد امنیت کرد. وقتی که اسم فاعل میاریم مؤمن، هر سه این مطلب رو میاره. اگر بگیم مؤمن، مؤمنه یعنی اون رو در امنیت قرار داد، یا مؤمن لهو یعنی تأیید سخنش کرد، و مؤمن بهی یعنی اون رو تأیید کرد و تصدیقش کرد و اون رو پذیرفت، اون یک واقعیت یه حقیقت گردن نهاد در مقابلش، در مقابل اون حقیقت. که ایمانیات ما کلن در این ارتباط هست که حقیقتی رو میپذیریم و در مقابلش گردن تسلیم خم میکنیم.
الان این رو اصل موضوع که مؤمن به عنوان صفت و به عنوان وصف الله متعال چه مطلب و مفهومی رو داره و به همین صورت چه پیامی رو برامون باید داشته باشه. آیه‌ای که برامون این صفت رو یا این اسم رو در بر داره آیه 23 سوره حشر هست که الله متعال در ضمن اثبات یا وصف یکتایی خودش 8 صفت رو میاره که ما در ارتباط با 4 صفت قبل ملک، قدوس، سلام قبلا صحبتی داشتیم و این برنامه انشاءالله مخصوص اختصاص داره به این وصف چهارمی که در ادامه اوصاف 8 گانه مشاهده میشه. دقت کنید ابتدا آیه یکتایی رو اثبات میکنه، یکتایی الله رو، و انتهای آیه هم تأکید بر یکتایی میکنه که شرک رو نفی میکنه. در وسط 8 صفت میاره که این 8 صفت در واقع در وصف یکتایی الله متعال و دور بودن و منزه بودن از شرک است. این 8 صفت که از الملک شروع میشه، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، این 8 صفت، صفت اول رو ما به عنوان صفت پایه اگر تلقی کنیم، بقیه صفات در واقع پیرو این صفت هستن، یعنی کمال فرمان روایی الله متعال رو در واقع بیانگر هستن، اون پروردگاری که در کمال صفات فرمان روایی هست و هیچ گونه نقصی بر او وارد نیست و تمام اون چی که برای یک در خور یک ملک یا فرمان روای و حاکم مطلق باید باشه در کمال اوج حاکمیت و حکمت او میتونه باشه در این آیه اومده. وجه مشترکی که بین سلام و مؤمن وجود داره اینه که هر دوی اینها منتهی میشه به یک نوع هماهنگی و عدم اضطراب، با فرق این که سلام که گفتیم صلح رو میرسونه، وضعیت بیرونی یا اجتماعی رو بیانگر هست، و مؤمن که امنیت رو میرسونه حس درونی رو در بر داره، یعنی در ارتباط با مخلوق وضعیت درونی امنیت رو ایجاد کننده هست و تعبیر کن هست، و سلام بیانگر وضعیت بیرونی اجتماعی هست در ارتباط با مخلوق. اما وقتی در ارتباط با خالق ما این مطلب رو یا این دو صفت رو ما میخواییم بیان بکنیم، به طور طبیعی مفهوم بر اساس جایگاه پروردگار متعال شکل خودش رو تعیین میکنه. به این معنا که وقتی میگیم الله متعال مؤمن هست، المؤمن هست، یعنی پادشاه و فرمان روایی هست، الملک المؤمن، پادشاه و فرمان روایی هست که امنیت رو برای همه خلائق فراهم کرده، همه خلائق رو در امنیت و در شرایط امن ایجاد کرده. این اولین مفهوم یا معنایی هست که در بحث مؤمن باید مد نظر قرار داد. دو معنای دیگه که بحث تصدیق و تأیید هست، پذیر یا واقعیت رو پذیرفتن هست، در ارتباط با الله متعال اشکال مختلفی رو میتونه داشته باشه که به اون دو مطلب، به این دو، به اون دو معنا میخواییم پرداخت، ولی اصل محور معنایی که ما در موضوع مؤمن داریم و اون هم ملک المؤمن، در یعنی در پیرو فرمان روایی الله متعال مؤمن هست، یعنی امنیت رو ایجاد کننده هست یا اساس و پایه امنیت رو الله متعال برای همه خلائق فراهم کرده. همونطوری که سلام صلح رو بیانگر هست، یعنی مصدر صلح هست که در مقابل جنگ هست، یک واقعیت بیرونی رو در بر میگیره، این هم امنیت درونی موجودات رو در بر داره. همانطوری که هماهنگی این جهان با هم صلح رو، یعنی
ایجاد کرده که در مقابل درگیری هست. نظام الهی صلح و آرامش رو پدید میاره. چه نظام خلائق در بین موجودات زنده به گونه های مختلف و موجودات دیگر موجودات در کل، و چه در نظام خلقت یا نظام آفرینش، و چه در نظامی که الله متعال برای انسان فرستاده که در زندگی خودش اونها رو باید عملی بکنه. همه اینها سمبولی از صلح و آرامش هست برعکس جنگ و درگیری. و جنگ درگیری در واقع ناهماهنگی بین موجودات رو میرسونه، و صلح نگرو هماهنگی رو و همسویی رو میرسونه. در بحث سلام ما گفتیم که به هر نقطه‌ای، به هر بخشی از این جهان نگاه کنیم، از درون خلق خودمون شروع کنیم تا این بزرگترین کهکشان ها، این هماهنگی رو میبینیم که در درون این بدن ما چه هماهنگی وسیع و گسترده و دقیق بین تک تک سلول ها و تک تک این بافت های مختلف بدن و ارگان های جسممون وجود داره، تا محیط زیستی که ما در زندگی میکنیم و تا کهکشان هایی که در این جهان با عظمت مسیری رو میرن و ما هم نتونستیم هنوز حد و حدود اینها رو در بیاریم، در یک هماهنگی به سر میبرن که اگر ما داخل نظام الله متعال بشیم، نظامی که برامون گذاشته، چه میخواد نظام خانواده باشه، چه میخواد نظام اجتماعی باشه، چه میخواد نظام سیاسی باشه، همه اونها ما رو داخل این چنین هماهنگی و نظامی وارد خواهد کرد که از درگیری و از تضاد و از تعارض و تناقض دور خواهیم موند، که بهش میگیم سلام. مصدر سلام، مصدر صلح هست. بگوییم سلام در واقع به معنای در صلح هست، که صلح هم در عربی عکس جنگ و درگیری هست. اما مؤمن که گفتیم امنیت هست، واقعیت درونی موجودات رو میرسونه که در مقابل خوف، آمنهم من خوف، خوف رو بر میداره. خوف در واقع حسی هست که در درون موجود پدید میاد، در درون انسان خصوصا پدید میاد. اونایی که حس دارن، اونگاهی که خطری رو احساس میکنن یا ناهماهنگی رو در بیرون میبینن، هر نوع ناهماهنگی در بیرون و درگیری در بیرون، جنگ در بیرون و در درون هم بالاخره منتقل میشه، یک نوع استرس، یک نوع خوف، یک نوع ترسی رو در درون ایجاد میکنه، در حس درونی انسان ایجاد میکنه که مقابلش هست امن و اطمینان و امان. و الله متعال مؤمن هست، یعنی برامون امنیت و آرامش درونی رو ایجاد میکنه، ایجاد کننده منبع همه آرامش ها و امنیت ها هست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ارتباط با الله متعال و ذکر الهی قلب ها آرام میگیره. اگر بخوایم روی این موضوع هم وارد بشیم، باز مثل بحث صلح یا سلام دقیقا این اون مطالب رو در بر داره. به این معنی دقت کنید، ما الله متعال به عنوان مثال میگم در بدن ما سیستم ایمنی گذاشته. این سیستم ایمنی به طور خودکار، بدون اینکه ما هیچ گونه در عمل کردش دخل و تصرفی داشته باشیم و در اختیار ما باشه، خودش به طور خودکار 24 ساعت سیستم دفاعی بدن رو تشکیل میده و هر گونه آسیب و آفتی که از بیرون وارد بدن میشه رو از بدن دفع میکنه. ما هم نمیدونیم، بدون اینکه ما احساس بکنیم، بدون اینکه ما وجود و این حقیقت یا این نعمت رو بدونیم، ولی روز به روز داره علم برامون در میاره این حقیقت ها رو. این سیستم ایمنی با یک اختلال بسیار ساده‌ای که درش پدید میاد، به جایی که غیر رو آسیب برسونه میتونه به خودش آسیب برسونه، که اختلال در سیستم ایمنی میشه. بیماری‌های مختلفی وجود داره در این باب. بیماری MS شنیدید، اختلال در سیستم ایمنی هست که همون سیستم ایمنی که باید در قبال آسیب بیرونی درگیر بشه، با عصب درگیر میشه و درگیری با عصب به جایی میرسونه که کلا انسان حس انسان دست میره و فلج
و به حتی انتهای حیات هم منجر میشه. یک نمونه خیلی ساده ای هست، نظامی هست الله متعال. هر انسانی وقتی از این مریضی مطلع میشه در حراس هست، اگر این چنین اتفاقی بیفته کی هست که جلوی یا ترتیب بده تنظیم بکنه این سلول های بدن رو، سلول های پایه این بدن رو که داره این عمل کرد رو انجام میده، که عمل کرد و خطا به جای اینکه دشمن رو بزنه سلول خودش رو نزنه، به جای اینکه با دشمن درگیر بشه یا با آسیب بیرونی یا با میکروب درگیر بشه، با عصب درگیر بشه، به سلولای عصبی یا با سلولای خون، خود خون، سرطان خون هم یک نوع از این اختلال در سیستم ایمنی بدن است، یک نوع سرطان های خون. و این باب بسیار وسیع است. بیماری هایی که فقط در بحث اختلال سیستم ایمنی بدن شناخته شده هست خودش انواعی داره. یک نمونه است. هر کسی اطلاع پیدا میکنه خب جای خوف داره، و هر کسی هم معلومات بگیره یا بدونه که در کشور ما فقط چند صد هزار انسان به این بیماری لا علاج مبتلا هستند، خب به هر حال جای ترس داره. هیچ گونه وسیله‌ای هم نیست که فکر کنید که شما مثلا بتونید این عاملش هست و میشه از این بیماری یا پیشگیری کرد. نظامی است، الله متعال گذاشته. و جای تعجب و بسیار شگفتی اینجا هست که ما بشر کفران کننده و غافل که حاضر نیستیم بگیم که طبیعت این قلم رو ساخت، نمیتونیم اینو بگیم طبیعت این قلم رو ساخت یا ایجاد کرد، میخنده به ما کسی؟ خیلی راحت میگیم طبیعت در ما این سیستم رو گذاشت. من که نمیدونم چه عقل و چه خردی به ما اجازه میده که این چنین جمله‌ای رو استفاده کنیم، بگی طبیعت این نظام رو در ما گذاشت. اون کدوم طبیعت هست؟ اون چه طبیعتی هست؟ چه عقلی در این طبیعت هست؟ اون طبیعت رو کی ایجاد کرد؟ خیلی ساده میگیم و خیلی راحت هم میشنویم و خیلی راحت هم ازش میگذریم، ولی توقفی نداریم که چرا آخه این چنین خطای بزرگی رو در تعبیر مرتکب میشن در رسانه ها، و کسی هم نیست بهشون بیه که شما این واژه رو بر چه اساسی به کار میگیری وقتی که برای یک کلمه بی جای یا نادرست یا غیر دقیقی که استفاده میکنه یک خبرنگار یا یک مجری بازخواست میشه از طرف شبکه خودش، چرا برای بزرگترین جرمی که انجام میشه و اون این هست که بزرگترین حقیقت این جهان آفرینش داره انکار میشه و حقش ادا نمیشه، هیچ کسی نیز بپرسه بگی با چه دلیلی داری تو تعبیر میکنی میگی طبیعت این رو در ما گذاشت، طبیعت این رو در ما نهاد، طبیعت این رو ایجاد کرد. جایی بسیار تأسف هست. بینیدی باشه خطم هستن، صداشون بشنویم. آقای مصطفی سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آقای طلب. شما آقای جای عزیز. ممنون از آقای مصطفی، بفرمایید. چرا خیلی مطالب تو زیبا واقعا دقیق و از روی حکمت است. اینی که الان اشاره کردین اگر که انسانی اشتباهی کرد در یه جایی، حالا توی شبکه شما مثال زدین و اون شبکه میاد عذرخواهی میکنه و عذر اون فرد رو میخواد و میخواد که توضیح بده در رابطه با اشتباهش، این یک مطلبی بود که خیلی جالب و زیبا بود. و ای کاش ما در قبال این نظام هستی هم و در قبال الله جل جلاله این مسئولیت هایی که در قبال کمکاری های خودمون انجام میدیم رو میپذیرفتیم. آقایون، برادران، خواهرانی که الان صدای بنده رو میشنوید و دارین این مطالب خوب آقای زیایی رو استفاده میکنین، انقدر شهامت داشته باشیم اگر اشتباهی کردیم بیایم به اشتباه خودمون اعتراف کنیم و توبه کنیم، به درگاه الهی برگردیم. حالا این گناه میتونه گاهی وقتا گناهی باشه که مخالفت با خداوند تبارک و تعالی باشه و یا یه گناهی باشه در جایی که به واسطه اون گناه افراد دیگری هم درگیر میشن. آقا امروز آقای زیایی عزیز نشسته اینجا به عنوان یک نماینده یک جریان، نماینده یک تفکر، نماینده یک دین. ایشون این اجازه رو نداره که هر حرفی که دلش خواست به
بزنه. چرا؟ چون به اسم دین تموم میشه، به اسم مذهب تموم میشه. آقایونی که توی شبکه های دیگه وجود دارین، کارشناسان عزیزی که من به همه تون ارادت دارم، علاقه دارم، آقا شما بیا از مسئله دینی بگو چه کار داری که مثلا میگی محمد رضا شاه دیکتاتور بوده و الان مردم این شرایط رو ندارن که بیان پسرش رو به عنوان پادشاه قبول کنن. آقا تو بیا مسئله دینی رو بگو. آقای ترشاوی شبکه کلمه اصلا به شما چه ربطی داره؟ بیا از مسئله اعتقادی بگو، ما بیایم استفاده کنیم. الان این آقای زیایی که ما داریم استفاده میکنیم، از موقعی که من نشستم پای شبکه میبینم که فقط و فقط نماینده یک جریان نابی هست که فقط به دنبال این هست که مردم به دین دعوت کنه. جناب زیایی عزیز، این مسئله که شما گفتید من استفاده کردم، این مسئله بیره که من خدمتتون گفتم، هر جاش ایراد داشت بفرمایید و اگر که درست بود باز تایید کنید که من بفهمم که حرفی که زدم درست بوده یا نبوده. خیلی ممنونم. تشکر از تماستون. البته در ارتباط با اون چی که در بقیه شبکه‌ها گفته میشه یا گفته شده، کاش که به خودشون تماس بگیرید و با خودشون مطرح کنید تا علت مطرح کردن یا گفتن این مطالب رو توضیح بدن. به هر حال ممنون از اینکه پیگیر برنامه هستید و از اینکه با موضوعی بودن برنامه موافق هستید. ما هم در پی این هستیم که تا جایی که بحث مسائل دینی هست در چارچوب اصول علمی مطالب دینی رو با دلیل و حجت بیاریم و اگر هم خدایی نکرده دچار مرتکب اشتباه یا لغزش شدیم، اون رو از خودمون از کوتاهی خودمون میدونیم و دوست داریم که تذکر لازم رو اونایی که حقیقت رو میبینن به ما بدن و هیچ از این پذیرش حقیقت هم ابایی نداریم. به هر حال برادر دیگه پشت خط هستن، آقای شاهین سلام بر شما دارید، بفرمایید. سلام، خسته باشید. سلامت باشید، ممنون. سوال من اینه که خداوند فرموده که هر کس رو بخواهد هدایت میکنه، هر کس رو بخواهد گمراه میکنه. یعنی مثلا خاص خدا بوده که مثلا هدی گمراه بشن، یعنی که خودشون انتخاب کردن. و یعنی مثلا اگه خاص خودمون بوده چون این امکانی وجود داشت که همه مردم مؤمن باشن، اگر هم خواست الله بوده این میشه اجبار و اجبار هم که ظلم میشه. خواستم این سوال رو بدید. بسیار خوب، ممنون، سوال خوبی بود، انشاءالله که در این برنامه پاسختون رو خواهیم داد. بینیدی باش خط نیستن؟ بله بله، بذارید تا من دو مطلبی هست در ارتباط با موضوعی که شروع کردیم تمام بکنم. سوالی که پرسیدید در مورد مشیت هم انشاءالله حتما جوابشو خواهید داد گرفت. مطلب بحث امنیت بود گفتیم و شرایط امنی که الله متعال در جهان آفرینش برای بشر فراهم کرده و بشر هم قدر اون شرایط امن رو نمیدونه. گفتم به هر بخشی شما وارد بشید، فقط خیلی ساده اگر از یک مطالعه بسیار ساده‌ای داشته باشید ارتباط با اون چیزی که در هسته این زمین وجود داره و ما روی این زمین به آرامش داریم زندگی میکنیم، پی برید که چقدر الله متعال برای امنیت و آرامش ما لطف کرده و چگونه ما با چه نظامی اون اتفاقاتی که در درون هسته این زمین داره میفته و اگر منتقل بشه به پوسته بیرونی زمین میتونه چه عوارض و چه اتفاقات بسیار خطرناکی رو بار بیاره و نمونش هم که زلزلهایی هست که ما سونامیایی هست که گاگایی الله متعال برای گوش زد یا برای تذکر به ما نشون میده هست. شاید هر کسی بدونه معلومات داشته باشه که ما روزانه چقدر شهاب سنگ از سیاره‌های مختلف خارج از زمین به سمت زمین میاد که پوسته بیرونی زمین یا پوسته نگیم بس بلکه اون سقف محفوظی که الله متعال تعبیرش کرده و جو زمین ما اونو میشناسیم مانعی میشه از این که اینها به زمین برخورد کنه یا اینکه به ما و شما آسیبی رو برسونه. به تعبیرات قرآنی هم بسیار بسیار دقیق هست
و بسیار ظریف همه اینها رو برامون بیان کرده. و به همین صورت میلیون ها انواع مختلف موجودات زنده ریزی که به عنوان میکروب در این فضا وجود دارن، در اکسیژن وجود دارن، در هوا وجود دارن، در طبیعت وجود دارن، وارد جسممون میشن و جسممون بدون اینکه ما بدونیم و یا احساس کنیم و فکرش بکنیم در قبال اونها ایستادگی میکنه و اونها رو از خودش دفع میکنه. و و و داخل این مجال وارد شدن، هر چی بریم، هر چی تأمل کنیم، تدبر کنیم، بیشتر برامون صحنه ها و حقیقت های بسیار عمیق و دقیقی آشکار میشه که الله متعال با نظام و قانون و سیستمی که در این جهان ایجاد کرده، در درون ما ایجاد کرده، برامون امنیتی رو پدید آورده که اون امنیت به هیچ عنوان غیر قابل انکار هست. اون کسی که به جای الله طبیعت رو به کار ببره بزرگترین ظلم رو کرده. الان در ادامه و تداوم این موضوع، همانطوری که در بحث سلام الله متعال در این نظام هماهنگ رو ایجاد کرد که با هم در تعارض و تناقض نیستن و در نتیجه عدم درگیری، صلح و آرامش رو ما در جهان می‌بینیم و با نظام الهی میتونیم صلح رو به دست بیاریم، چه در نظام الهی در یک محیط کوچک خانواده تطبیق بشه و چه در عرصه‌های مختلف دیگر زندگی تطبیق بشه. به همین صورت در بحث امنیت هم الذين آمنوا و لم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اون کسانی که ایمان آوردند و ایمان خودشون رو آلوده به شرک نکردند، اولئك لهم الامن، اونا هستند که امنیت رو شایسته هستند، یعنی شایسته امنیت هستند، یعنی دارای امنیت میشن و اونا هستند هدایت یافته، اونایی که ایمان به الله آوردن خالصانه، به توحید یکتایی الله ایمان آوردن و شرک الهی رو کفر کردن و از اون بیزاری جستند، اونا هستند که امنیت رو دارند. و به همین صورت امنیت و آرامش در نهایت مهمترین عرصه امنیت آخرت است. آخرتی هست که کسانی که ایمان و عمل صالح انجام دادن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ گونه خوفی براشون وجود نخواهد داشت و هیچ گونه اندوهی هم نخواهند داشت، نه بر گذشته اندوه خواهند کرد داشت، احساس اندوهی خواهند داشت و نه نسبت به آینده و عواقبی که در جلو پیش روشون هست. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و اون هم در امنیت خواهند بود. اون کسی که به الله متعال پیوند خورد و خودش رو با نظام الهی پیوند داد و با شریعت پروردگار متعال خودش رو پایبند کرد، اون فرد به طور طبیعی در درونش احساس امنیت خواهد کرد، در امن داخل خواهد شد و به همین صورت آینده امنی هم در انتظارش خواهد بود و هیچگاه دچار خوف و دچار حزن و اندوه نخواهد شد. اهل ایمان رو الله متعال مؤمن هست، یعنی براشون امنیت رو فراهم میکنه. مؤمن هست، برای خلائق به طور عموم امنیت رو فراهم کرده، برای هر انسان این امنیت وجود داره در درونش بدون اینکه احساس بکنه، برای همه ای انسان ها سقفی که وجود داره روی سرمون در قالب جو زمین امنیت رو فراهم کرده و هزاران قضیه دیگری که هر کدوم از اینها بحث مستقلی داره در علوم که ما چطوری امنیت رو به دست آوردیم در زمینه‌های مختلف. همون الله متعال برامون نظامی فرستاده، شریعتی فرستاده که اون شریعت هم برامون آرام بخش است و از درون برامون امنیت رو و احساس امن رو فراهم خواهد کرد و به همین صورت آخرت رو هم برامون امن و امان و امنیت رو ایجاد خواهد کرد. این مفهوم ابتدا و اول مؤمن بود. الله متعال مصدر امن هست و ایجاد کننده امن هست و او هست که امنیت رو برای همه خلائق به طور عموم و برای مؤمنین به طور خصوص فراهم کننده هست.
اما معنای دومی که برای ایمان یا مؤمن ما ذکر کردیم که بحث تصدیق و تأیید قولی بود، الله متعال مؤمن هست، یعنی تصدیق کننده هست، تأیید کننده هست، تأیید کننده قول حق هست. الله متعال چه بسیار مواردی بود که صحابه پیشنهادی دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم و این پیشنهاد حق بود و وحی تأیید کرد. ما یه فصل مستقلی داریم که موافقات عمر رضی الله عنه با قرآن چطوری؟ یعنی اینکه قرآن کریم عمل کردی، پیشنهادی، سخنی رو تو عمر میگفتن رضی الله عنه و بقیه صحابه هم اتفاقات زیاد میفته که وحی میاد تأییدش میکنه، الله متعال تصدیقش میکنه، تأییدش میکنه صحتش رو. و از همه مهمتر اینه که مبانی فکری و اعتقادی که انبیا با خودشون میارن، اولین تأیید کنندش الله متعال هست و اولین تصدیق کنندش الله متعال هست. و ولی تصدیق و تأییدی که ما میکنیم برامون مسئولیت زا هست، برای وقتی که الله متعال تأیید میکنه به موجب نصرت میشه، موجب حمایت میشه. مقتضای ایمان، مؤمن بودن ما پیروی و اطاعت هست، عبادت هست. مقتضای مؤمن بودن پروردگار متعال تأیید و نصرت هست. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. الله متعال شاهد هست و گواه هست بر توحید و یکتایی خودش. یعنی هر کسی که توحید و یکتایی الله متعال رو به زبان آورد، الله متعال تایید کننده او هست و حمایت او رو خواهد کرد. به همین صورت در آخرت هم تمام افرادی که مسیر حق و حقیقت رو رفتند، الله متعال مسیرشون رو، فکرشون رو، اندیشهشون رو در قول فصل خودش و در فیصله خودش تایید خواهد کرد. یحکم و بینهم فی مکان و فی اختلفون. الله متعال حکم خواهد داد بین اون چیزی، بین تمام خلائق در ارتباط با اون چیزی که با هم اختلاف میکردند. قولش حق است و در واقع تأیید کننده هست برای تمام افرادی که رای حق و مسیر حق رو میرند. اما در ارتباط با اینکه الله متعال مؤمن هست، یعنی اینکه در ذات خودش امنیت و امن و امان مصدر خود، مصدر اون هست و تمام اون چه که ما داریم و جهان داره از او اخذ شده هست، اون چیزی هست که برامون حائز اهمیت هست و در پادشاهی و کمال حکم پروردگار متعال جای خاصی داره. هو الله الذی لا اله الا هو الملک. اون فرمان رواست، اون فرمان روا، فرمان روایی هست که امنیت رو در سایه لطف خودش و در زیر حکم خودش برای تمام خلائق ایجاد کرده و به طور خصوص اهل ایمان از این امنیت به طور دائم و پایدار برخوردار خواهند بود در آخرت. مختصر مطلبی بود که در ارتباط با اصطلاح یا نام مؤمن لازم به یاد آوری بود. اما اینکه در مواردی انسان دچار خوف میشه و طبیعی هست، خوف یک ترس، یک عارضه طبیعی هست. به طور اون چه که باز هم در این زمینه جای یادآوری هست این هست که اون مستری که میتونه برامون امنیت رو پدید بیاره باز هم الله متعال هست. تمام اون چه که به عنوان تعویضات به کار گرفته میشه، تعویض، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، همه اینها در واقع امنیت آفرین هست و نشأت گرفته از نام مبارکه المؤمن است. برای اینکه ما در امنیت باشیم، از حراس و خوف هر گونه آسیب بیرونی و درونی در امان بمانیم، بگیم
قل اعوذ، میگیم اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، از شر هر اون چی که آفریده. هر چیزی که آفریده میتونه شر آفرین باشه و میتونه خیر باشه به تناسب وجودش. من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. همه این موارد مختلف، البته خب تفسیر این سوره هم خودش بحث بسیار وسیع هست که هر جمله یا هر آیه یک عرصه از عرصه های ناامنی یا آسیب پذیری انسان رو بیانگر هست که در همه این موارد خوفی که انسان داره با پناه بردن به پروردگار متعال میشه برطرف میشه. و به همین صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. این دو سوره الله متعال از طریق رسول خودش ما آموزش دادن که در صبح ابتداء آغاز فعالیت اجتماعی و در انتهای روز یعنی وقت خواب هم این دو سوره خونده بشه و به دست مبارک خودشون فوت میکردن، بدن خودشون میکشیدن تا اینکه در امان باشن از هر گونه آسیبی. و بدین صورت الله مؤمن امنیت و امان رو برای همه انسان ها ایجاد میکنه. و در اون چه که در کل اون چه که ما پیام مهمی که در این باب داریم این است که در هر زمینی در هر موردی که دوچاره حس ناامنی بشیم پناه به الله متعال ببریم و با توکل به الله متعال و به همین صورت پناه جستن از ذات الهی یا به ذات الهی بتونیم آسیب های مختلفی که در زندگی خودمون باش میتونیم باش روبرو هستیم مواجه هستیم بتونیم بر اونها غالب بیاییم. سوالی که دوست عزیزمون مطرح کرد در ارتباط با مشیت الهی سوال دقیقی هست و مقداری نیاز به تمرکز داره. بذارید تو من مقداری براتون این مطلب رو در ارتباط با یکی از آیاتی که این موضوع رو برامون آورده موضوع رو بررسی کنیم تا اینکه بهتر روشن بشه. آیه سوره انسان، خاتمه سوره انسان رو که در این باب داره مطلبی هست اینو میبینیم تا مطلب برامون روشن تر بشه. دقت کنید ان هذه تذکره، این چه که آوردیم یاد هست، تذکر هست. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اون کسی که بخواد به سمت پروردگار خودش یعنی در سمت سوی رضایت او میتونه راه رو اتخاذ بکنه، راه رو بگیره. فمن شاء، اون کسی که بخواد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و نمیخواهید یعنی خواسته شما محقق نمیشه مگر اینکه الله بخواهد. الا ان یشاء الله، این همون سوالی هست که در واقع این بیننده عزیز آقای شاهین کردن. بله عذرخواهی میکنم، این همون سوالی هست که بیننده عزیز آقای شاهین کردن که این مشیئتی که الله متعال در پیرو با مشیئت مخلوق میاره آیا بحث جبر رو ایجاد نمی کنه؟ آیا اجبار رو در انسان تعبیر کن نیست؟ خصوصا در انتها باز میاره یدخل من یشاء فی رحمتی، اون کسی رو که بخواد در رحمت خودش وارد میکنه. اینجا هم یشاء الله، اینجا یشاء یعنی الله بخواد، و الان خواسته ما تشاؤون و شاء، این همش با ارتباط مخلوق است، چه تناسبی با هم داره و آیا تعبیر اجبر در این قضیه نیست؟ بله. در همین آیه، بذارید قبل از این که منتقل بشیم به جای دیگه، دقیقا در همین آیه اون چی که باید ما برامون مهم باشه این هست. دقت کن ان الله کان علیما حکیما، این خاتمه مد نظر قرار بدید، بعد
درست موضوع رو خواهید فهمید. ان الله کان علیما حکیما. ما قبلا هم گفتیم که وقتی که ما صفتی رو به الله متعال نسبت میدیم، هیچگاه نباید در ذهنمون تشابه مخلوق ایجاد بشه. خالق متعال، صفاتی که به الله متعال نسبت میدیم همیشه اونطوری هست که شایسته او هست، و اون چه که به مخلوق نسبت میدیم اگرچه در موارد متعدد تشابه لفظی وجود داره، ولی اون در حدی هست که در خور بشر هست. صفت به الله متعال نسبت دادن یعنی شایسته مقام الهی هست، در اون کیفیت هست، و همون صفت رو به مخلوق نسبت بدیم اون چه که در خور بشر هست. در شایسته الله بودن معنایی داره، در خور بشر بودن معنایی داره. وقتی که ما این صفت اون چی که بخوام انجام میدم به بشر نسبت میدیم، در خور بشر یعنی زور گفتن. کسی وقتی که میگه من هر چی بخوام انجام میدم، یعنی میتونم زور بگم، یعنی که کسی نیست که از من به من چیزی بگه و هیچ ضابطه‌ای نیست که من رو مقید کنه، هیچ ضابطه‌ای نیست که من رو مقید کنه. اما وقتی که این صفت رو به الله متعال نسبت میدیم، به معنای بی‌ضابطه بودن نیست، بلکه به معنای احکم الحاکمین بودن الله متعال هست که بر همه چیز حکم فرما هست. چطوری؟ خاتمه میگه ان الله کان علیما حکیما. الله متعال علیم و حکیم است. نمیگه ان الله کان علی کل شیء قدیر. الله متعال به هر چیزی قادر بوده، در نتیجه چون قادر بوده هر کاری رو انجام، هر چی بخواد انجام میده. بحث قدرت الله متعال نیست، بحث علم و حکمت الله متعال است. نمونه مثال براتون میارم، دقت کنید. وقتی که شما به مخلوق میگید که هر کاری بخواد انجام میده، دلیل بر حکمت و علمش نیست، دلیل بر قدرتش هست، و قدرتش هم بی‌ضابطه بودنش هست. الله متعال، وقتی که به الله متعال این صفت رو نسبت میدیم، قدرتش که روش بحث نیست، بحث در حکمت و علمش هست. یعنی این که هیچ امری خارج از علم و حکمت او نمیتونه اتفاق بیفته، هیچ امری خارج از علم و حکمت او نمیتونه اتفاق بیفته. چرا؟ چطوری؟ دقت کنید. مخلوق چیزی رو میخواد، من مخلوق چیزی رو میخوام، ولی شایستگی به دست آوردن این چیز رو ندارم. در نتیجه اون چی که میگن خواستن توانستن هست مطلق نیست، یعنی سعی تلاش باید بکنی که بهش برسی، ولی مطلق اینطوری نیست که چون من خواستم در نتیجه بهش میرسم، بلکه باید بر اساس خواسته در چارچوب نظام الهی حرکت بکنم که اون برسم. من میخوام که به نقطه معین برسم، باید مسیر معین رو طی کنم. من میخوام که به هدف معین برسم، باید اسباب معینی که من رو به هدف رسونه رو طی کنم. الله متعال علیم و حکیم برای اون نظامی گذاشته که در چارچوب این نظام باید من به هدف برسم. در نتیجه مشیت من، خواسته من در چارچوب مشیت و نظام الهی هست. مشیت الهی یعنی نظام الهی، یعنی علم الهی، یعنی حکمت الهی. یعنی اگر من بخوام به هدف برسم، باید در چارچوب مشیت الهی که نظام و حکمت الهی هست حرکت کنم. ان الله کان علیما حکیما، تا به هدف خودم برسم. اگر از چارچوب نظام بیام بیرون، به هدف نمیرسم. اگرچه گفتم بحث قدرت و حاکمیت سلطه الهی بحث مستقلی هست، ولی مشیتی که در اینجا تأکید برش میشه اینه که الله متعال حاکمیتش، سلطه او حکیمانه و علم او نظاممند هست، نظامی رو ایجاد کرده علم او که در چارچوب این نظام و علم که مشیت الهی در واقع
اون رو ساخته و ایجاد کرده، باید من حرکت کنم تا به هدف خودم برسم. الله متعال همه ما رو به سعادت و خوشبختی برسونه. تا برنامه آینده، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى